هم این رسید و جنجالای ایدی بردنه شروع شد. در کنار این قربانی هم اضافه شده. بریم از مردم میخواییم بپرسیم قربانی کردن نکردن، ایدی بردن نبردن، حضایت داشتن نداشتن. بریم از مردم بپرسیم. بریم باشیم. سلام. سلام. اید سال مبارک. اید شما مبارک. تا فعلا قربانی کردین؟ نه خیر نه، آمادگیش گرفتیم. خیلی کی قربانی میکنین؟ روزای بعدی یا امروز؟ نه روزای بعدی. تا فعلا نمیجام. پلان دارین که کی قربانی؟ من انشالله نیادم روزی خود قربانی کردیم. نه خیر نه. کی قربانی؟ صبح بخیر. نه خیر نه. پلان دارین کی قربانی کنین؟ ببینیم بخیر بزرگا چه در کدام روز شب تصمیم میگیرن بگم آبا ما از اونا موافق هسته. چند حصه گوشت به خود میگیرین؟ چند سیش مردم؟ خب از لحاظ دین اسلام میگه یک سیش مربوط خودم و شخصی که قربانی میکنه میشه و سی دیگهش باید بیرون کشیده شده. سال شده دیه سیش خودتان بگیم دیه سیش مردم؟ نه خیر نه دیگه، باز برود بزرگای ما کمک زره قار میشن سرمان. اگه بزرگا نباشن خودتان این کار میکنه؟ نه خیر نه دیگه، اما اصول بر ما میمونه، باید به اصول پیش بره. آه قربانی میکنید؟ خب چند هستی قربانی بر خود نگاه میکنید؟ میگم یک حصه را نگاه میکنم. شما یک حصه را نگاه میکنم؟ آه یک حصه را به خود نگاه میکنم. سوال شده که کل قربانی را بر خود نگاه کنیم؟ آمی نشته که بر خود کل قربانی را نگاه کنیم. سوال شده کل قربانی را به مردم بتیم؟ آمی بر مردم کلش نمیده، کم بر مردم میده، اما به خانم یک کم بهش میمونیم. بله ها چرا نه؟ تا قربانی بس چقدر گوشت شو بر خود میگیریم؟ از سه تقسیم، یک تقسیم برای خود میگیریم، دو تقسیم از زیر یک تشا برای فقرات توزیع میکنیم، یک تشا پخته میگیریم برای مهمان و مهمان نوازی. خب تا شده که کل گوشت قربانی را در خانه بیریم؟ نه تو امکان ندارم. یکی کل شما مردم بیرشت؟ قربانی خوب برای ما برای خاطر یزی است که باید انسان نفس خدا با کشتن یک قربانی، یعنی بعد نفس خدا بکشه، برای مردم توزیع کنه، از خود گذری کنه، با فقیر و فقرا کمک کنه. قربانی ها چرا نه؟ در هر عید قربان که میشه یک از مسئولیت های هر بنده مسلمان خداوند است که بالاش که فرض است که قربانی است باید قربانی انجام بده. تا فعلا بله. چند سیشه را خود کردیم؟ دیگه یک گاو قربانی کردیم، دیگه 7 نفر شریک است، یک سیش به خود ما میرسه. خب، اینال کسانی که از این یک سی که میرسه باید یک تقسیمات میکنیم به سی سه، اگه یک سیش خودتان قرار است؟ یک سی از او به خود ما میرسه، یکی هم به اقارب و یک سی دیگه به دوستان. به اقارب پخته کردن میتونی یکی خواهد؟ نه خواهد میکنه یه بوره. به خانه تان که میان پخته نمیکنیم؟ به خانه کسی که نه باز ما پخته میکنیم و وقتی چاشت میشه یا شب من پخته کردگی باز میمونه. نه خیر. کی قربانی میکنی؟ شاید فردا. در این قربانی که میکنی چند سیشو به خود میگیرین؟ اگه گوسپند باشه یک سیش میرسه. باز حساب دیگه شو باز بر مردم میتین و بر فامیل؟ فامیل و بر فامیل خود پخته کردن میتین یا خواه؟ پخته کردن میتین. در خانه که بیان باز پخته میکنیم؟ آره چرا نه؟ در خانه تون کسی نامزد هست که بخواین ایدی ببرین؟ از ما خو نیست، از فامیلا هست، از اقارب. پلان ایدی بردن دارین یا بردین وقت؟ نه آمادگی شگرفتیم در روزا بخیر میبرن. خواه یعنی در روزا اید میخواین؟ بله بله در روزا اید. فعلا نه نیست کسی؟ نه خیلی نه. و پلان ایدی بردن در اجاره ندارین دیگه؟ نه چون کس نامزد نیست؟ پلان ندارم بخیر، شاید به ایده اونده بخیر باشت. چرا هستا؟ خب تا حال ایدی بردین؟ بردیم و آوردیم. راضی بودین از ایدی بردن؟ آه حتما. کسی نه فعلا کسی نبودم، کس خودم بودیم. برابر ما هستن. بله نام زده هستن. بردیم ایدی؟ تا فعلا نبردیم. فعلا بردیم ایدی بکنیم؟ حتما. اگه ایدی نبردیم فکر میکنیم چی میشه؟ خب یک رسم رواج هستن که اکثرا دیگه شاید خفه شون و مشکلات با وجود دیگه. برادرتان به خانه تان به خانه شما وقت نمیدن؟ امکان داره همه باب شون. به قار شون از شون؟ بله نامزد نخیر نه. رسم ایدی بردن رسم خوبی است؟ دیگه در کابل ما شما هم میرس معاوز است که باید ایدی ببری. دیگه اگر رسم معاوز خوبی است باید ببرن کسی که نامزد هست. دوست دارین این رسم؟ ولی دیگه خوب باشه به نظر من. مصرف اضافی نیست؟ مصرف اضافی خواست که رسم معاوز افغانی هم میست که باید ایدی ببرن.
و همچنین در ایتها ما معمولا مصارف ما بالا میره. فکر نمی کنیم اگر این رسم ها را کنار بگذاریم و بجایی به مردم کمک کنیم بهتر کنیم؟ به نظر من خب بهتر هست ولی رسم مقابل از باد آدم ببره دیگه، نبری باز گلاب گذاری زیاد میشه. باز چی خواهد شده اگر کسی ایدی را بره؟ اگر نبری دیگه دخترم شاید کار کنم بگه نامزدی و نامزد مد برای من چیز نبود نیست، یکم گفه دیگه است. مادر دختر چی خواهد؟ مادر دختر که طبعا کار میشه دیگه، سر داماد خود شاید دیگه سرش واقع کنه دیگه. نه خاطر خانم دیگه ایج دیگه خلاص است دیگه، هر وقت که بزنگ بزنگ میگه نیست نبیاد ما جای رفتیم. ای پیشنهاد میکنی کسی که نامزد هستن زودتر ایدی های خدا ببرن؟ من دیگه با چیزی که درخواست هست باید ببرن، لباس ببرن، اگم چیز دیگه ببرن، طلاهم ببرن. طلاهم دیگه اکثرات که میبرن ساعت در ساعت کرا میبرن، تاج میبرن و دزبان میبرن. اینه وقتانی آدم میتن این چیزا رو میبرن، همه میبرن دیگه. خود تان ازدواج کردین؟ بله. ایدی برده بودین در وقتش؟ حتما، ما زیاد ماهید خودش ماهی زیاد میبردم. خب در هر اید ماهی میبردین؟ شما خوش داشتین؟ شما خوش داشتین در خانه از ما میبردین؟ شما خو نمیخورد؟ ما چطور کنیم دیگه، رسم رواج بود باید میبردیم. اگر ما درخواست هم که بسیار فامیل خوب بنام ولی خود ما میبردیم، برازایت میبردیم، برازایت خوب میبردیم. شکر که برازایت بردیم. همه تن عزیز اید تا مبارک، انشاءالله که اید بسیار خوب و خوش سلیقه داشته باشه. اید همه تن مبارک. و خودتان وقتی که امسالوان ازدواج کردین دیگه نه؟ بله. خودتان در وقتی که ازدواج کرده بودین نامزد بودین ایدی بردین؟ ما که مقصد ایدی را بردیم ولی اون وقت بسیار رسم رواج ساده بود. ایدی ساده بردیم؟ ساده بردیم بله. و فعلا شما در دکانتان کالای مردانه میفروشین؟ معمولا در این برخانما بسیار کالا میخرن و ایدی میبرن. تا حالا آمدن در دکانتان خریداری کنن بر کدام بچه که باش ایدی ببرن؟ بله خریدن خرید کردن، اون تا آمده خانم آمده برای نامزدهای خود، بعضی کسا آمده برای ایدی خرید کردن که ایدی میبرن. و به این رسم رواج موافق هستین؟ بله این خیال انانات از من تا موافق هستیم، با او حد افرادش نی یا همه قرار بسیار دران شما باشه من سابق بواره بسیار اگیدی مختصر ببرم یا او تو زیاد نی از ارد طرف خود بسیار در این وضعیت اقتصادی ضعیف که فعلا ما داریم در این وضعیت باید بسیار مدارا کنیم بسیار اقتصاد خانواده ای چیزای خود اگیدی ببرم. درسته یا اگرس منانات افغانیست که باید رسوم بجا شد، اولی به شکل درستش نه به شکل افرادش که بسیار زیاد باشه و کلنگی به حساب وضعیت اقتصادی خراب است. مردم کسی که ضعیف است نادار است اونا زیر پای نباید شما. و فکر میکنیم که اگر که کسی نامزد باشه به این دوران به ایدی نداره عاقبتش چی خواهد شد؟ ولی یه بستگی با امون نامزد داره، بستگی با امون نفر طرف داره که به حساب اگر او درد میکنه وضعیت طرف ها که یک آدم خوب است خود ایچ کنم واقعی رخ نمیده. اگر نه که اون نامزد که به حساب فکر و ذکرش نمید باشه که باید ایدی ببره و باید نوروزی ببره و چیزا، طبعا این یک وضعیت های خراب میشه به حساب یک جار جنجال در بینشون پیش میشه. او درک کنه فامیلش اگه درک نکنه چی عاقبت خواهد داشت؟ پدر و مادر دختر چی خواهد گفتن؟ پدر و مادر دختر باید درک کنه، اگر او درک نکنه باید همون نامزد بفهمه پدر و مادره که مثلا نامزد این وضعیت اقتصادی ضعیف است، نباید به او فشار آورده شوه. این چیزا رو باید خود عادی طرف که بفهمم درک کند، حتما پدر و مادرم به حساب قبول نه باید قبولشون بده که به حساب نباید این رسم رواجایی که بسیار گران تمام میشه به سر هر دو طرف ایران انجام بده. ایده برای همه هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم و ایده صلح با صفا خواهان هستم.